تابستان سال 1347 در تپه‌های قیطریه و کاملاً تصادفی گورستانی کشف شد که ناگفته‌های بسیاری از تاریخ تهران را عیان کرد. این گورستان تشابهاتی با کشفیات باستانشناسان در مناطق دیگر تهران از جمله شهر ری، دروس، پاسداران و مهرآباد داشت. اما ویژگی مهم گورستان قیطریه این بود که اسناد مهمی از نحوه تدفین مردگان عصر آهن به دست ما می‌داد. سالها بعد از اولین کشفیات تپه قیطریه و در جریان انجام حفاری‌های مترو نیز آثار جدیدی از این منطقه کشف شد. اینها کشفیاتی بودند که تاریخ پایتخت را تغییر دادند. سیف الله کامبخش فرد، باستانشناسی که در محوطه‌های مارلیک و معبد آناهیتا کار کرده، درباره حفاری گورستان قیطریه این چنین می‌نویسد: در اواخر سال 1347، پس از آنکه به طور مستمر و چندین هفته پیاپی تیغه‌های لودر بساز و بفروش‌ها میراث یک گورستان 3200 ساله را در تپه‌های قیطریه شیار کرده و به هم ریخته بود، موضوع پیگیری شده و از طرف اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه مأموریت یافتم در رأس یک هیئت از باستانشناسان ایرانی در این تپه کاوش و بررسی کنم. در این سایت باستانی 350 گور شناسایی شده و تعداد 2500 عدد ظروف گوناگون سفالی از این گورها به دست آمده است. علاوه بر ظروف سفالین، در میان آثار مکشوفه، آلات و ابزاری برنزی مانند قمه، پیکان، کارد آشپزخانه، سنجاق سر و زیورالات از قبیل گوشواره، انگشتر، دستبند، آینه، دکمه لباس و وسایل آرایش بانوان به چشم می‌خورد. کثرت و فراوانی میراث 3000 ساله شهر مردگان قیطریه تا کنون در هیچ تپه باستانی سابقه نداشته است. وجود گورستانی با این وسعت در دوره باستانی و آن هم در حوزه تهران نشانه زندگی و حیات مادی در این تپه ها و اطراف آن در 3000 سال گذشته است. در قیطریه مردگان را با لباس و پوشش‌های رایج زمانه دفن کردند و این را از تکه‌ها و دکمه‌های لباس و وسایلی که دفن و در اطراف اسکلت پراکنده شده اند می‌توان تشخیص داد. مردگان باستانی قیطریه به صورت خم شده و جنینی دفن شدند و صورت آنها به سمت طلوع آفتاب قرار گرفته است. آثار به دست آمده از تپه‌های قیطریه از جمله سفالین‌ها و اشیاء برنزی اینک در موزه ملی ایران نگهداری می‌شود، اما از گورستان و محل کشف اجساد که سند مهمی از دوره آهن بود دیگر هیچ اثری بر جای نمانده است، چرا که بساز و بفروش‌ها تنها تا پایان کار باستانشناسان دست نگه داشتند و مدتی بعد ساخت و ساز را با سرعت بیشتری ادامه دادند و روی بخشی از تاریخ را برای همیشه با برج‌ها پوشاندند.